شماری از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده در شروع سومین ماه اعتراضات سراسری در کشور عزیزمون با انتشار بیانیه‌ای از معترضان ایرانی پشتیبانی کردند این نمایندگان در بیانیه با اشاره به گذشتن دو ماه از اعتراضات در ایران همبستگیشون رو با معترضان ایرانی اعلام کردند. گریگوری میکس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان دیوید سیسیلین رئیس کمیته فرعی میانه شمال آفریقا و مبارزه با گروه های ضد حقوق بشری جهانی به همراه 15 عضو کمیته روابط خارجی با اشاره به خشونت جمهوری اسلامی در سرکوب شهروندان ایران برگزاری دادگاه های ساختگی و صدور حکم مرگ برای معترضان نوشتن و رژیم ایران غیر قابل قبوله و نمیشه نادیده گرفته شد. در این بیانیه بدون در نظر گرفتن خودزنی عجیب لباس شخصی ها در روزهای اخیر اومده ما بدون هر گونه تردید در کنار زنان و مردان شجاع ایرانی که برای آزادی ها و حقوق اولیه انسانیشون می جنگن ایستادیم این نمایندگان از دولت بایدن برای جوابگو کردن حکومت ایران هم از جمله از طریق تحریم مقامات اصلی این رژیم پلید که مسئول سرکوب اعتراضات مسالمت نیز بودن و هم به دلیل افزایش امکان دسترسی به اینترنت در سراسر ایران تقدیر کردن در پایان این بیانیه هم اومده ما خودمون و کنار دولت شرکا و متحدانمون در سراسر جهان برای حفظ فشار بر رژیم ایران و تقاضای عدالت و جوابگویی برای ایرانیان شجاعی که جونشون رو به دست مسئولان دولتی از دست دادن و اونایی که با وجود همه ی وحشیگری ها و خطرات هر روز به اعتراضاتشون ادامه میدن متعهد میدونیم. ما در کنار شما ایستاده ایم. در آخر هم از مردم ایران سوال کردند با این همه شجاعت واقعا هنوز به پیروزی شک دارید؟ در جریان این دوره اعتراضات بعد از مرگ محسا تا الان شعارهایی از جمله مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، آذربایجان بیدار حامی کردستانه و شعارهای دیگه ای از همبستگی مردم ایران شنیده میشه که جز پیروزی به چیز دیگه ای نمیشه فکر کرد.